یوزپلنگ سلطنتی یکی از بزرگترین امیدهای دانشمندان است. هنگامی که این گونه پلنگ در سال 1926 در زیمبابوه کشف شد، گونه‌ای کاملا فرعی از پلنگ شناخته می‌شد. ولی سال 1981 معلوم شد که وجود یک ژن اضافی بر پوست این یوزپلنگ تأثیر گذاشته است. اکنون فقط حدود 50 یوزپلنگ سلطنتی در جهان زندگی می‌کنند. حدود 12 قلاده از آنها آزاد و در حیات وحش زندگی می‌کنند. تنها جمعیت یوزپلنگ‌های دارای تنوع ژنتیکی 7000 کیلومتر دورتر از آفریقا زندگی می‌کنند. آنها بازماندگان جمعیتی بزرگند. این یوزپلنگ‌ها در ایران زندگی می‌کنند. زیستگاه آنها دشت‌های پهناور و مرتفع است. در تهران و در مرکز انجمن مطالعات یوزپلنگ، متخصصان برجسته یوزپلنگ شناس ایرانی برای رفتن به یک سفر اکتشافی آماده می شوند. دانشمندان نقشه هایشان را بازبینی و داده ها و اطلاعات را تنظیم می کنند. یوزپلنگ های ایرانی چنان کمیابند که تنها تعداد بسیار کمی از زیست شناسان توانستند به چشم خودشان یکی از آنها را در حیات وحش ببینند. مدیر انجمن محمد فردینیا سرپرستی گروه اعزامی را بر عهده دارد. دانشمندان راهی پارک ملی کویر می شوند. این یکی از آخرین زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی است. یوزپلنگ ایرانی برخلاف عموزاده های آفریقایی خود ناچار بوده که با مناطق وسیع خشک سازگار شود. در چنین مناطقی فقط می توان در کنار درختچه ها و بوته ها پوشش گیاهی بسیار کوچکی پیدا کرد. در این بیابان خشک همانند ساوانا، محمد فردینیا سرگرم جستجوی تومه مرسوم یوزپلنگ‌های ایرانی است. آنها باید مطمئن شوند که تعداد تومه‌ها برای بقای یوزپلنگ‌ها کافی است. اگر تعداد بزها، قوچ‌ها و آهوها کم شود، به انقراض یوزپلنگ ایرانی می‌انجامد. محمد فردینیا اکنون به منطقه‌ای می‌رود که در آن در پای یک درخت ابتدا قلمروی یوزپلنگ‌ها علامت گذاری شده است. در اینجا دوربین‌های عکاسی خودکار نصب شده‌اند. با کمی شانس این دوربین‌ها از شکار یوزپلنگ‌ها و شاید هم خود یوزپلنگ‌ها عکس بگیرند. نه با تو خودش روش نیست، اینجا هم نذاشتم. بهشون گفته بودم بذارین اینجا. محمد و همکارش فیض الله نشانه های امیدوار کننده ای پیدا می کنند. آنان کمی دورتر از محل دوربین ها مدفوع یوزپلنگ پیدا می کنند. همچنین در پای یک درختچه آثاری از یوزپلنگ می بینند. اینجا یوز ادرار پاشیده. کمی جلوتر شاخهای یک بز کوهی را پیدا می کنند که به نظر می رسد نوعی گربسان آن را کشته است. اگر استخوان پشتی بز کوهی در نزدیکی گردنش شکسته باشد، مشخص می شود که یک پلنگ آن را کشته. ولی اینجا از روی حلقه های روی شاخ مشخص است که این حیوان 15 ساله بوده و ستون مهره های سالمش نشان می دهد که به وسیله یک یوزپلنگ کشته شده است. در گذشته در این کاروانسرا مسافران و گردشگران اتراق، استراحت و خرید و فروش می کردند. ولی اکنون دیگر شترها اینجا نیستند. اکنون سراسر این ساختمان در اختیار اداره محیط زیست منطقه کویر است. محمد فردینیا می خواهد که در کنار مردانی که با چشمان تیزبین از یوزپلنگ ها محافظت می کنند، عکس های گرفته شده را ببیند. او امیدوار است در این عکس ها نشانه هایی پیدا کند که نشان دهند جمعیت بسیار کوچک شده یوزپلنگ ها هنوز می توانند در این کویر زاد و ولد کنند. اولین عکس ها ناامید کننده اند. اولی یک روباه است. دومی یک شغال است. سرانجام تصویر یوزپلنگ ظاهر می شود. یوزپلنگ اطراف درخت در جستجوی غذاست. این عکس ها نتیجه هفته ها عکس برداری خودکار است. این عکس ها بسیار کمیابند.
The men note that به نظر می رسد که این یوز پلنگ سالم است و غذای کافی هم می خورد. برای محمد فردینیا و گروهش این خبر بسیار رضایت بخش است. محمد فردینیا اکنون به سوی مرکز حیات وحش میاندشت می رود. در این مرکز یک یوز پلنگ ایرانی نگهداری می شود. او را پس از مرگ مادرش پیدا کردند. اسم او را کوچکی گذاشتند. کوچکی تنها یوز پلنگ ایرانی در اسارت است. البته اسارت او کمی متفاوت است، زیرا قفس حدود 20 هکتار مساحت دارد. اینجا از کوچکی مانند یک گنجینه ملی نگهداری می شود. در این مرکز طعمه های طبیعی مانند بز کوهی، قوچ یا آهو ندارند. بنابراین برای زنده نگه داشتن غریزه شکار کوچکی هر روز طعمه زنده برایش می آورند. با دیدن کوچکی باشکوه می توان دلیل احترام و دلبستگی فراوان ایرانیان امروز و دیروز را به این آفریده با ابهت کاملا درک کرد. یوز پلنگ ایرانی از عموزاده آفریقایی خود کوچکتر است و پاهایش کوتاه‌تر، ولی گردن پرقدرت‌تری دارد و پوستش هم ضخیم‌تر است. مانند صاعقه حمله ور می شود. شتاب این یوز پلنگ از هر جانور دیگری در طبیعت بیشتر است و همراه این شتاب قدرت تمرکز و هدایتی شگفت‌انگیز دارد. تومه در یک چشم برهم زدن کشته می شود. برای محافظت از برادران و خواهران کوچکی که در حیات وحش زندگی می کنند، گروه های گشت زنی تشکیل شدند. این گروه با موتورسیکلت ها و خودروهای مخصوص زمین های ناهموار در منطقه گشت زنی می کنند. هدف آنان یافتن و دستگیری دزدان است که احتمالاً برای گرفتن یوز پلنگ یا تومه آنها به اینجا می آیند. تومه ها نیز بسیار کمیابند، بنابراین بقای یوز پلنگ ها به بقای آنها بستگی دارد. گروه گشتی به پایگاه‌های تدارکاتی واحدهای مختلف مرکز سرکشی می‌کند. یکی از اعضای گروه نشانه‌هایی از شکارچیان پیدا کرده است. او 5 سر غزال پیدا کرده. پوست‌های آنها رها شده‌اند. در این منطقه گوزن و غزال برای گوشتشان و نه برای یادگاری یا نماد کشته می‌شوند. چرا؟
اومدن گرفتنشون ولی خب دیگه مفته وقتی آهو رو زدن دیگه این آهو سه تا آهو از بین رفته الان دیگه چی فایده داره گرفتنشون آهو میان اوبر دیگه سو استفاده میکنن باید روز اون مسیر باشین حالا بریم ماموران محیط زیست از چوپانان و کشاورزان منطقه درباره شکارچیان پرسجو می کنند. این واحد به جمع‌آوری اطلاعات بسنده نمی کند و مردم را بازرسی می کند. آنان به دنبال گوشت‌های شکارند. ولی کار محمد فردینیا و کسانی که با او همکاری نزدیک دارند به تحقیقات علمی و محافظت از یوزپلنگ ها در حیات وحش محدود نمی شود. همچنین باید به روستاهای دور افتادهی مثل این بروند و اهمیت حفظ این چند یوزپلنگ بی همتای ایرانی را برای مردم تشریح کنند. نام این روستا سرخ خشمن است. معنی آن روستای پاییز قرمز است. این مردان آماده دریافت پیامند. آنان از همخانه بودن با یکی از با ارزشترین جانوران زمین در این کویر بسیار خوشحالند. در این مدت کوچکی همچنان در زیستگاه خود چشم به کویر پهناور دوخته است. شاید روزی دانشمندان در سلول‌های کوچکی ژن‌های متحول شده عموزاده‌های آفریقایی این یوزپلنگ ایرانی را پیدا کنند. شاید کلید حفظ و نجات یوزپلنگ‌های نامیبیا و ساوانا در سلول‌ها و ژن‌های یوزپلنگ ایرانی نهفته باشد. شاید یوزپلنگ‌های زاده شده در اسارت روزی در حیات وحش رها شوند. اما تا آن موقع وظایف دانشمندان، محققان و همچنین حافظان محیط زیست بسیار سنگین است. زیستشناسان سیسیلیا ونتر و فلورین وایسار امروز می‌خواهند در این مکان آزمایش‌هایی را انجام دهند. اکنون در مرکز ناموبران هستیم. برای اولین بار قرار است که یوزپلنگی زاده شده در اسارت به حیات وحش بازگردانده شود. اسمش کیاست. یک دستگاه مسافت سنج به کیا بسته می شود. سر او را در سایه قرار داده اند. کار باید زود انجام شود زیرا دمای بدن یوزپلنگ ها هنگامی که مضطرب هستند بسیار زیاد می شود. اولیش 40.2. خیلی خوب. حالا 31. یک بطری یخ بین پاهای یوزپلنگ گذاشتند. باید با هر وسیله ممکن دمای بدنش را کاهش دهند. داره به مرحله خطرناک نزدیک میشه. میخوام هر چه زودتر بیدارش کنی. بذاریمش توی قفس. آره. سیسیلیا داروی بهوش آوردن را تزریق می کند. خیلی خوب. درست تا لحظه بهوش آمدن کیا به خنک کردن او ادامه می دهند. کیا به سرعت هوشیاری خود را باز می یابد. کیا را نزدیک همان جایی رها می کنند که در گذشته همراه چهار برادرش پیدایشان کرده بودند. شاید اینجا برای تجربه کردن اولین روزهای آزادی مناسب باشد.
کمی بعد فلورین بایسار به دنبال پنج برادر می رود. می خواهد بداند که آیا آنها زنده اند و توانستند که قلمروی به دست آورند. به عبارت ساده آیا مستقل شده اند یا هنوز نه. موفقیت در این آزمایش حیاتی است، زیرا باور عمومی بر این است که امکان ندارد یوزپلنگ‌های به دنیا آمده و رشد کرده در اسارت در طبیعت و حیات وحش دوام بیاورند و زنده بمانند. آره، کیا یکی از پنج نر در اسارت بوده، باید اونجا باشن، اون طرفا. امواج فرستنده کمک می کند که دانشمندان همیشه جایش را بدانند. اکنون باید روی زمین به جستجو ادامه دهند. فلوریان با بیسیم با سیسیلیا تماس دارد. او ابتدا با خودرو و سپس با پای پیاده جستجو خواهد کرد. خب پسرا، زود باشین خودتون رو نشون بدین. کجایین؟ شگفت انگیزه. بعد از یک سال و نیم اسارت میتونن از خودشون دفاع کنن، میتونن شکار کنن. چند دقیقه پیش یه آهو کشتن. شگفت انگیزه. پنج نر قوی در حیات وحشن که بعد از یک سال پرسه زدن حالا یک قلمرو دارن. هر سه تا پنج روز یه بار شکار میکنن. این موفقیت برای یوزپلنگای اسیر دیگه راه باز میکنه. شاید بتونیم با همین روش اونا رو آزاد کنیم. عالیه، تحقق یه رویاست، فوق‌العاده است. این واقعا عالیه. کیا و برادرانش حتی نباید وجود می‌داشتند، ولی اکنون با دیدن آنها در این پهنه آفریقایی در ساوانا در می‌یابیم که آنها همواره یوزپلنگ بودند.